أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات لعلهم يرجعون. قبلا روشن شد که ظاهر کلمه از تقدم مرتبه عهد پیمان است. اگر ما قرینه داشته باشیم این کلمه از را و اون فعل ماضی را حمل بر خلاف ظاهر بکنیم، نظیر وقعت الواقعه و مانند آن که فعل ماضی در اونجا در مستقبل محقق الوقوع بکار رفت، و اگر قرینه ای نداشته باشیم هم کلمه از بر معنای ظاهری خود که شیء سابق را نشون میدهد حمل میشود، و هم کلمه اخذه که فعل ماضی است. مطلب دیگر که نتیجه بحث است آن است که این پیمان نه به لسان وحی است نه به لسان عقل، زیرا در پیمانی که ذات اقدس اله به لسان وحی میگیرد مردم بعضی میپذیرند بعضی نمیپذیرند. یا هست اصلا عرد عباد ما یعطیه من رسول الا کانو بیسته دیرد، به لسان استدلال و برهان هم بعضی میپذیرند بعضی هم اینا را اسطوره و افسانه تلقی میکنند. اون موطنی که همگان بپذیرند اون موطن موطن فطرت است. گذشته از اینکه از آیه سوره مبارکه نحل برمی آید که لسان استدلال و عقل مسبوق به عدم است، و اینکه فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نحل نشون میدهد که انسان وقتی به دنیا آمده است از این علمی که از راه چشم و گوش فرا میگیرد عالم نبوده. بعد فرمود برای شما سمع و بصر و فؤاد قرار داد تا از راه چشم و گوش با کمک دل مسائل را بفهم. پس راه عقل راهی است مسبوق به جهل، ولی راه دیگری را ذات اقدس اله در سوره مبارکه شمس بیان کرد که فرمود هیچ کسی جاهلاً به دنیا نیامده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. معلوم میشود انسان دو رشته علم دارد، یک رشته علم ما یهودوی و دانشگاهی و علوم استدلالی است که از راه چشم و گوش فرا میگیرد و مسبوق به جهل، یه سلسله علومی است که مسبوق به جهل نیست بلکه با او خلق شده. اون علم ها میزبان انسان است و علم هایی که انسان در حوزه و دانشگاه یاد میگیرد مهمان است. باید تلاش و کوشش کرد که این میزبان با اون مهمان هماهنگ بشه، و اگر این مهمان های ناخونده اون میزبان را دفن کردن خودشون میشون ناطق. پس یه سلسله علومی ذات اقدس اله در نهان هر کسی ذخیره کرد که انسان با اون دانش خلق شده است و نفس و ما سواها و الهمها و جورها و تقواها. مطلب دیگران است که اون علمی که میزبان است و مهماندار است و صاحب اصلی، اون تنها فجور و تقوا نیست، برای اینکه وقتی گفته شد نفس هر کسی به فجور و تقوای او ملهم است، یعنی مبدا را میشناسد معاد را میشناسد. چرا؟ برای اینکه کدوم ملکات اخلاقی را میگن فجور، کدوم ملکات اخلاقی را میگن تقوا؟ اون ملکات اخلاقی فجور است که ذات اقدس اله اونها را نهی کرده باشد یک، با نظام داخلی انسان هماهنگ نباشد دو، در معاد باعث کیفر و ورود در جهنم بشود سه، چیزی که مبدع فائدی او خداست، ساختار داخلی او هم با جان انسان و حقیقت انسان هماهنگ نیست دو، و در قیامت زمینه سخت و سوز فراهم میکند سه، یعنی مبدعی دارد و معادی دارد و نظام داخلی دارد، این گونه از اخلاق و رضا اینا رو میگن فجور نفس. در مقابل اون ملکات و فضائل اخلاقی به نام تقوا مطرح است که ذات اقدس اله به اونا امر کرده باشد یک، با نظام داخلی انسان هماهنگ باشد دو، در قیامت باعث ورود بهش بشود سه، اینا رو میگن تقوا. خب اگر نفس هر کسی فجور خود
و تقوای خود را با الهام می داند، معلومش از خدا را می داند، قیامت را می داند، وحی و نبوت را می داند. چون ذات قدرت اراد به زبان انبیا و اولیا ملکات را معرفی کرده است که چی فجور است، چی تقواست، چی بد است، چی خوب. اگر گفته شد نفس هر کسی به فجور و تقوای او ملهم است، یعنی یقیناً چنین نفسی خدا را میشناسد، وحی را میشناسد، معاد را میشناسد. خب با این سرمایه انسان خلق شد. روایات فراوانی هم که فریقین نقل کردن، یعنی کل مولودن یولد و علی الفطره، هر کسی با این سرمایه خلق میشه. این سرمایه سرمایه نیست که انسان از چشم و گوش به دست بیاورد، چون اون را فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونید. حتی اجتماع مغیزه این که بدیهی ترین بدیهیات است انسان نمیتونه. کودک نمیداند که مغیزان جمعش محال است، رفش محال. اجتماع مغیزان یه چیزی نیست که بدیهی باشد، اجتماع مغیزان چیز اولی. بدیهی آن است که برهان پذیر است ولی برهان نمیخواهد. مثل دو تا چهار تا دور باطل است، تلویش از نفس محال است، ثبوتش بر نفس ضروری، هر چیزی خودش خودش است، اصل حقوقیت هر چیزی خودش خودشه، ثبوت شیء و نفسی ضروری، سلبش از نفس محاله. همه اینا بدیهی است، برهان پذیرن ولی برهان نمیخواهن. ولی اجتماع نقیزه برهان پذیر نیست. برهان اقامه کنید او ثابت میشه، برهان اقامه کنید بر سلب او ثابته، شک کنید او ثابته. چیزی که بخوای اثبات بکنی ثابت میشه، بخوای سلب بکنی با ثابت میشه، بخوای شک بکنی با ثابت میشه. چون شک با لا شک جمع نمیشه. اگه نفی کردی دیگه نفی کردی، نفی با اثبات جمع نمیشه. اگه اثبات کردی اثبات کردی دیگه با نفی جمع نمیشه. چنین چیزی از قابل استدلال نیست. خب این را هم کودک نمیفهمه. پس بنابراین انسان وقتی که تو علوم و حصولی همین فطریات را که ما میگیم فطریات، وقتی به لبه درک رسیده است، اونگاه اولین چیزی که میفهمه استحاله زمین غیزه این است ولو نتواند بیان کنه. بعد به وسیله او چیزا دیگر میفهمیم. اما اون گرایش به خدا، اون در نهان این کودکم هست. مرحوم صدور از نهاندن در کتاب قیم توحیدشون نقل بکند که کودک را تا یک سال هرچه گریه میکند نزنید، برای اینکه گریه چهار ماه اولش شهادت وحدانیت، گریه چهار ماه دومش شهادت به رسالت است، گریه چهار ماه سومش دعا به پدر و مادر است. یه بیان لطیفی سید الاستاد در شرح این حدیث نورانی دارن، زارن در ذیل همون آیه 30 سوره مبارکه روم. در اون سوره روم که فرمود اقیم وجهک للدین حنیفا، اونجا این حدیث رو نقل میکنن و به شرح میکنن. برای اینکه این کودک اولین چیزی که میشناسد خداست، بعد واسطه بین خود و خدای خود را میشناسد، لذا شهادت به رسالت میده. بعد مجاری رزق خود را که پدر و مادرن به عنایت الهی میشناسد، به اونها دعا میکنند. فرمود تا یک سال گریه او را شما قدر بنهید، نزنید این کودک. خب این کودکی که درد شیر میخورد نه تنها هیچ بدیهی را نمیفهمد، بلکه اولی را هم نمیفهمد، خدا را میفهمد. و این آیه عهد میثاق او را میخواد بگه. فرموش این راه عقل نیست، راه استدلال نیست، این چیز دیگر است. و اون هم آسمان ها نیست، در درون ما هم هست. این بیان نورانی حضرت مسیح سلام الله علیه که فرمود لیس العلم فی السما فتستنزلوه ولا فی الارض فتستخرجوه بل هو کامن فی جبلتکم تخلق و اخلاق روحانی یکشف لکم. همین است. این که ما میگیم تو ملکوت هست نه، یعنی تو آسمان ها نه، در درون ما یه ملکوتی هست. ملکوت که بیرون از ما نیست. اون تحلیل سیدن استاد همینه دیگه. ما با کن الهی یکون شدیم. این یکون یکونون نیست که بدون کن باشه. اون که مادی فکر میکنه میگه این هی الهیاتون از دنیا نموت و نهیا، این یکون بدون کنه. اما یه موحد میگه این یکون مسبوق به کن هست، یعنی این وجود مسبوق به ایجاد الهی. تا وجود هست ایجاد الهی هم هست، چون وجود و ایجاد که دو حقیقت جدا نیستن. که اون چهره‌ای که به الله ارتباط دارد اون کن است و ایجاد، اون چهره‌ای که به ما مرتبط است یکون است و وجود. اون چهره و اون روی این سکه ملکوت ماست، اونم به دست خداست.
و اگر چنچه ما یه قدی قبار رو بکنیم هم از خود میبینیم، همون بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که حضرت به ابی بصیر کور میگفت الان مگه خدا رو نمیبینی؟ خب این که ابی بصیر کور به امام صادق سلام الله علیه کرد آیا مؤمنین خدا را در قیامت میبینن؟ فرمود آری قبل از قیامت هم دیدن. عرض کرد کجا؟ فرمود به از اخذ ربو که من بنی آدم، اونجا معاینتا دیدن. بعد یه لحظه تأمل کرد به همین ابی بصیر کور، فرمود بگه الان خدا رو نمیبینی؟ خب با عنایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اون غفلت کنار میرود. یه همچه حالتی که لا تدرک الابصار مشاهده العیون بل تدرک القلوب به حقایق ایمان، بهره ابی بصیر شده است، همون ملکوت ماست. اون کسی که تو کشتی دارد احساس خطر میکند، دارد خیال میکند غرق میشود، دیگه ملکوتش تو آسمان ها که نیست که دعو الله مخلصین له الدین، روی ترس. اگه ترس بود که ذات اقدس اعلام فرمود دعو الله خوفا من القبر، فرمود نه با اخلاص میخوان خدا رو، مسلمان مبهدا منتها مبهد مقطعی. این چنین نیست که در اون لحظه که احساس خطر بکنن رو ترس بگن یا الله، که اگه رو ترس بود میفرمود اینها دعو الله خوفا من القبر خوفا من الهلاك، فرمود دعو الله مخلصین له الدین، همونی که ما میخواییم همون حالت هم. بنابراین اون حال میشه حال ملکوت. آسمون هم نیست، بیرون هم نشاره میکنم، تو خودمون اشاره میکنیم. همه ما ملکوت داریم، با ما هم هست. یه مقداری که چطور انسان تو اتاق عمل متوجه جای دیگر. این سادات بزرگواری از اهل قوم بود، خدا رحمت کند او و پدرش رو. خودش چند سالی از ما بزرگتر بود، از قدمای درس سیدن استاد امام رضوان الله علیه بود. این سید بزرگوار یه قصه نقل کرد برام، گفت به اینکه من یه وقتی به بیماری سکته مغزی مبتلا شدم و بستگان من بچه های من مرو از قم به تهران می بردن می آوردن و من هیچ کدام از اینا نمی شناختم. پسر من مرو جا به جا می شد می برد می آورد و اصلا نمی شناختم. هر چه خونده بودم یادم دارم، اما زیارت عاشورا یادم مرتب بود. خب این ما یه عالم دیگه است، این کار به درس و بحث ندارد. خب چطور همه زیارت عاشورا یاد این سیده و پدرش نمیشناسه؟ اون یه چیز دیگه است، اون الان هم با ما هست، همونو میگن ملکوت. این دور نیست بگیم ملکوت یا عالم دیگه است، نه ملکوت با ماست. بله دیگه غفلت ندارد که، غفلت بردار نیست، یعنی زوال پذیر نیست. همون لا تبدیل لخلق الله، این نفی جنس هم هست، به هیچ وجه ممکن نیست انسان او رو بتواند عوض کنه، به جا به جا بکنه. تبدیل پذیر نیست، تضعیف پذیر هست، دستیس پذیر هست، تدسیس پذیر هست که قد خواب من دستاها، اما تبدیل پذیر نیست. اگر فهمون این الله لا یغیر ما بکنه تا یغیر ما بندوزه، اون تغییرش به تدسیس هست، به تضعیف هست، به ماننده که قد خواب من دستاها، اما تبدیل پذیر نیست که انسان فطرت عباد میکنه، شدنی نیست. پس اینی که ذات اقدس اله فرمود ما از همه شما پیمان گرفتیم که مبادا کسی بگوید انما اشرک آباؤنا من قبل افتهلکنا بما فعل المبطلون. خب کل مولد یولد علی الفطره چی جورن؟ اینا که در دیار کمونیستی به دنیا آمدن، آبایشون در محیط خانوادگی شرک، در محیط مدرسه شرک، در محیط جامعه هم شرک. خب این نوزاد و نوساد و نوجوان و جوان همه مراحل را در فضای شرک به سر برده، این چه حجتی خدا بر او دارد؟ این اگر بگوید انما اشرک آبا اونا من قبل، یک به شما هم که پذیرفتید کل مولدین یورد الفت الا ان ابویه یا ابوا یا حبدانه بیونت سنانه و یوجسانه، دو خب حالا این تحوید و تنصیر و تمجید شده. خب اینا میتونن بگن انما اشرک آبا اونا، ما این خانواده شرک به دنیا آمدیم و از پستان شرک پیر خود خیلی. مدرسه هم که رفتیم درس شرک آموختیم، وارد محیط اجتماعی هم شدیم مشرکانه زندگی کردیم، ما از این خبر نداشتیم. مشابهت به این که ما از تو پیمان گرفتیم، تو هم شهادت دادی هم اقرار کردی، هرگز نمیتوانی بگوی انما اشرک آبان و من غرب. در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه تو سوره مبارکه انبیا که فرمود فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم،
اونا یه لحظه به درون درون توجه کردن، فرج او الى انفسهم، به همون فطرت برگشتن، گفتن بله حق با ابراهیم. آیه 63 و 64 سوره مبارکه انبیاء این است که قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوه من کان یندقون فرج او الى انفسهم. خب اگه برهان عقلی بود که این همه براهیم رو وجود مبارک خلیل حق اقامه کرده، گفت این قمر عاقل است، عاقل نمیتونه الله باشه. این برهان که عوض نشد که این شمس عاقل است، عاقل نمیتونه الله باشه. اون کوکب عاقل است، عاقل نمیتونه الله باشه. خب چه خدایی که غیبت میکنه و از مخلوقش خبر نداره؟ این دیگه اون بدیهیه دیگه. خب اینو نپذیرفتن. وقتی دست به تبر کرد بازم نپذیرفتن. بعد در یوم الاحتجاج گفت فسألوهم ان کانوا ینطقون. اونی که نتونه از خودش دفاع بکنه چگونه میتواند رب شما باشه؟ از این به بعد فرج او الى انفسهم، به اون فطرت برگشتن، گفتن بله حق با توست. یعنی جوابی برای گفتن نداشتن، نه یار ایمان آوردن. ثم قال فرج او الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. به دیگر گفتن که شما ظالمید، به این بزرگوار حق دارد. ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. استدلال رو قبلا کرده بود دیگه وجود مبارک ابراهیم. فرق نمی کند در همه این براهیم، وقتی که اون که عاقل است قبلا هم گفت افن لکن ولی ما تعبدون، آیا این نافی هست؟ انتم لها آکفون، آخه از این چوبای خودتون تراشید، افن لکن ولی ما تعملون. خب چرا دست تراش خودتون رو تکریم می کنید؟ از اون چه ساخته؟ این برهان عقلی بود دیگه. اما وقتی که فرج او الى انفسهم شد، معلوم شد که بله، گفتن به دیگه انتم انتم الظالمون. حضرت اول فرمود افن لکن ولی ما تعبدون، افتعبدون ما تخلقون، افتعبدون ما تعفقون. این برای رقامه کرده. برهان برهان است دیگه. اگه دیگه حصولی بخواست اثر کنی اثر میکرد. قرض آن است که این راه فطرت چیز دیگه است. و الان هم انسان میگد بلا و در حال خطر هم مشاهده میکنه و هر کسی هم بالاخره در حال خطر با او روبرو، چه موحد چه غیر موحد. اون قصه ای که از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه منصوب اون حضرت نقل شده است، اون تأیید میکنه. کسی آمده خدمت حضرت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که مرا به مبدأ هدایت بکن، به وجود ذات اقدس اله راهنمایی بکن. حضرت فرمود سوار کشتی شدی؟ نه همون قصه معروف. عرض کرد بله. فرمود آیا اتفاق افتاده که کشتی بخواد غرق بشه؟ عرض کرد بله. فرمود به اینکه خب حالا اگر کشتی در حال غرق بود به کی متوجه شدی؟ گفت به قدرتی که همه چیز در اختیار است، گفت همون خداست. قصه دیگری که ابوذر رازی از تفسیرش نقل می‌کنه رضوان الله علیه که کسی با حضرت داشت مجادله می‌کرد درباره وجود ذات اقدس اله، حضرت ایرو دستور داد بندازی تو آب. این خیال کرد اول جد و قطع نیست، رو در میارم. اینقدر شنا کردید نمیتونه، به اینها مراجعه کرد نمیتونه، داشت غرق میشد. فبود حالا بیرونش بیاری. وقتی بیرون آوردن عرض کرد یبن رسول الله خدا رو شنا. همون چطور؟ گفت وقتی من انداختی تو آب فکر کردم شوخی، بعد دیدم که نه دارم غرق میشم، شنا کردم دیدم نمیتونم، به هر وسیله مراجعه کردم دیدم مقدورش نیست، به جایی تکیه کردم که تمام قدرت ها در اختیار اوست و فهمیدم کی خداست. فهمید بله همونه. حال خطر انسان روی ترس نمیگرد. این خطر این خصوصیت رو دارد که غبار روبی میکنند، وگرنه خدا میفهمد دعوال راه خوفن من الهلاک، فهمید مخلصین له الدین. معلوم شه انسان در حال خطر غبار روبی می شود، اون حجاب کنار می رود، نه که رو ترس بگه یا الله. اگر رو ترس بود که خدا امضا نمی کرد توحید اینا با اخلاق بکه. خب با لسان استعداد البته مستجاب میشه. شاید با او هماهنگ باشه. اون لسان استعداد احیانا کسبی هم ممکنه باشه، ولی بالاخره باید با فطرت هماهنگ باشه، چون دعایی را خدا مستجاب میکند که مطابق با حکمت باشد. اون از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه که یا من لا تبدل و حکمت حال وسائل، دعا جز وسائل است، وسائل خیرات جز وسائل است، هیچ وسیله حکمت خدا را عوض نمی کند. یا من لا تبدل و حکمت حال وسائل. به ما فرمود ربطه و ایره الوسیله، اما وسیله برای آن است که خدا حکیمانه کار بکنه، نه اینکه وسیله برای آن است که جلو حکمتی او را بگیره. البته لسان استعدادم بالاخره باید با فطرت هم هر مرتبه که انسان شد دیگه اون مبانی خاص خود خودشو دارد.
هر مرتبه‌ای که نفس انسان پدید آمد و قابل درک شد، اولین چیزی را که می‌فهمد خداست. وقتی که از نظر علم حصولی قدر رشد بیشتری کرد، از راه چشم گوش بخواهد کم کم چیز بفهمد، اولین چیزی که می‌فهمد استحاله جمع نقیزه این است تو علم حصولی. ولی در نهان خود از نظر شهود اولین چیزی که می‌بیند فیض خدا و لقای خداست. حالا این مراتب و مبانی گوناگون نفس وابسته است. که الان نفس جسمانیت حدوث است روحانیت البقا یا روحانیت حدوث و روحانیت البقا است. هر وقت انسان شد می فهمه. خب البته ممکن است بحث های دیگری مربوط به این آیه باشد که در ضمن آیه 30 سوره مبارکه نور خواهد آمد. اما اینکه در سوره مبارکه اعراف آیه 101 دارد که تلک القرى نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، این هم میتواند به عالم اخذ میثاق مرتبط باشد، هم میتواند در همین نشأه به لسان علم حصولی باشد. گاهی عده لجوجانه بر اثر یه مغالطه‌ای که کردن ایمان نمیارند، بعدم به اون تکذیب قبلی مقاومت بکنند. گاهی هم نه، در همون نشأه اخذ پیمان، گرچه همونجا همگان با اخلاص قالوا بلا گفتن، ولی ذات اقدس اله می داند اینا که به دنیا آمدن بعضی ها گرفتار قربت ارینا شقوتونا می شوند، بعضی ها نه، در همون هدایت می مونند، مثل اونایی که در حال غرق به عبور لها مخلصین له الدین، ولی ذات اقدس اله می داند که بعضی ها وقتی برگشتن دوباره به سنت جاهلی مراجعه میکنن، بعضی هم نه توبه میکنن. در حال غرق همگان با اخلاص دعو الله مخلصین راه دین، ولی ذات اقدس اله میداند که بعضی ها همین اخلاص را در ساحل هم حفظ میکنن، بعضی ها این اخلاص در ساحل از کف میدن، ولی در حال غرق با اخلاص خدا را میخوانند. در نشه اخذ میثاق هم همین طور است. در مرحله شهود همگان با اخلاص قالوا بلا، ولی ادهی وقتی به این حالت عادی برگشتن، به این روی سکت برگشتن، بعضی ها اون حالت حفظ میکنن، بعضی ها حفظ میکنن. بنابراین این که فرمود فما کان لیؤمنو بما کذب من قبل، اگر به زبان سنت و فرهنگ دنیایی باشد که قابل قبول است، محضور ندارد، اگر به لحاظ اون اخذ میثاق باشد، در مرحله اخذ میثاق همه واقعا گفتن بلا، ولی ذات اقدس اله اینا رو به دو گروه تقسیم کرده. فرمود اینا کسانی هستن که بعضی ها که به دنیا رفتن اون عهدشون رو حفظ میکنن، بعضی ها حفظ نمی کنن. بله دیگه، تکذیبی در عالم میثاق به همین است که ذات اقدس اله میداند که این شخص وقتی که برگشت به عالم یه آدم فاسقی خواهد بود، وگرنه در همون نشأه بلای اینا با اخلاص است. مثل این که مشرکین در همون حالت غرق دعوا الله مخلصین له الدین، ولی خدای سبحان میداند که این شخصی که با اخلاص در حال غرق خدا را میخواند، وقتی به ساحل رفت برمیگردد و غافل میشود. در جریان اخذ میثاق انبیا، اون بحثش در سوره مبارکه آل عمران و اینها گذشت، آیه 81 سوره مبارکه آل عمران این بود به اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، این هم میتواند مربوط به عالم اخذ میثاق باشد، چون گذشته از این که از همه مردم میثاق گرفتن، از انبیاء علیه السلام میثاق خاص گرفتن، هم میتواند برسان وحی باشد. روایاتی که در باب هست، بخشی از اونها در نهج البلاغه است که وجود مارک استنبیل رواد انبیاء آمدن تا اون چرا که مردم تعهد سپردن و یادشون رفته به یادشون بیارن. معلوم میشود که قبل از انبیاء اینها تعهد سپردن. اما در خطبه اول نهج البلاغه وقتی قسمت انبیاء علیه السلام ذکر میکند، فرمود وصف سبحانه من ولده، یعنی از بلد و فرزندان از آدم، انبیاء اخذ علی الوحی میثاقها و علی تبلیغ رسالت امانتها لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم، اکثر خلق اون عهد الهی را عوض کرده. خب این درباره نبوت خاصه که نیست، مربوط به پیغمبر مخصوص که نیست، درباره نبوت عام است. پس معلوم شود که قبل از نبوت بشر تعهد سپرده ولی یادش رفته، و انبیا آمدن
که اون بشر رو به اون عهد آشنا کنن اولا، و کسانی هم که اون عهد یادشون است اونها رو تأیید کنن ثانیا که به عهدش عمل کنن. لما بدر اکثر خلقی عهد الله الیهن فجهلوا حقه و اتخذوا الانداد معه و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته و قطعتهم عن عبادته فبعث خدای سبحان فیهم رسوله و واتر الیهن انبیاءه، یعنی انبیاء را مواتر، تواتر هم از همین باب است، چون تک تک کنار هم جمع میشن، حلقات سلسله کنار هم جمع میشن، سلسله تشکیل میده، متواتر هم از وست 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 دیگه، این خبر واحد اون خبر واحد اون خبر واحد، اینا که تک تک این وترها کنار هم میشن میشه متواتر. و واتر الیهن انبیاءه لیستعدوه من ساق فطرته و یذکروه منسی نعمته و یحتج علیهم به تبلیغ و یسیر لهم دفائل العقوب، یعنی اون چی که ما دفن کردیم گنجینه که در درونش هست این رو شکوفا کنن. انبیا نیامدن یه چیزی مثل میراث فرهنگی مثل موزه در دل بشر بذارن. دلهای بشر موزه خدا نیست بلکه معدن خدا. بین موزه و معدن فرق هست، موزه چیزی از خود ندارد، از بیرون این گوهرها رو میذارن، اما معدن گوهر را از خود دارد، این معدن شناس مطقه می کند، انقلاب به فدید می آورد تا این گنجینه پیدا بشود. اونا که بر اساس سوره نحل است، فلا اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، انسان تو حوزه و دانشگاه میره چیز یاد میگیره میشه موزه، بعد این موزه غارت میشه یا کم میشه یا ورم میشه، رد ولا ارزل الامر لکه لا یعلم بعد علم شیئا، میشه خالی. اما معدن که اینجور نیست، همود به اینکه اینا آمدن اظهاره کنن نه تعلیم. اظهاره یعنی شوروندن، انقلاب را که میگن سوره به همین مناسبت هست، انبیا رهبران شورش و شوریدن و انقلاب فکری فرنگی هست. اینا کندوکاو میکنن، معدن شناسن، این خاکا را میرن کنار. دیگران دسیسه کردن، قد خواب من دسته ها خاک ریختن رو این فطرت، اینا میانه خاکار کنار میبرن و اون گنجینه ها را و دفینه ها را اثاره میکنن، اینا میشن مسیر، انبیا میشن مسیر. خب یه بیان نورانی دیگری از سمی سلام الله علیه دارد، بالاخره اثاره که فردی نیست، این جمعی که دسیسه کردن خاکها را رو اون فطرتشون ریختن، یه شورش عمومی، یه شکوفایی عمومی میخواد، یه میدان انقلاب میخواد به تعبیر دیگر. بعد در جای دیگر فرمود اینها درباره اهل بیت علیه السلام فرمود اینها مستثارن، مستثار است مکان است، یعنی اینها میدان انقلاب هم. فرمود ائمه علیه السلام مستثار علم هم، یعنی هر جا اثاره ای از کندوکاوی از معدن شناسی از زیر رو کردنی از دفینه پیدا کردنی هست، میدان امامت و ولایت است. خب دیگران خیال میکنن بشر موزه هست، امیر فقط بشر موزه نیست، بشر معدنه و این معدن یعنی با این گوهر خلق شده است، کسی که تو زمین خاک طلا نذاشته خودش پرورون، منتها اونی که می پرورانه ذات اقدس اله هست، اون که الهمها فجورها و تقواها. الحمدلله.